سلام عرض میکنم خدمت شما دانشجویان عزیز رشته اتاق عمل و همه عزیزانی که ویدیوهای بنده رو دنبال میکنید. در راستای آموزش‌های پایه‌ای اتاق عمل توی این جلسه میخوام در مورد فرکچر تیبل صحبت کنیم یا تخت شکستگی. توی این ویدیو تخت شکستگی، حالا تخت شکستگی استانداردی هست، باش آشنا میشیم. تخت های شکستگی که خودمون داریم دوتا قسمتی هن، یعنی دوتا پا رو دربر میگیره، ولی تخت های شکستگی که اینا دارن تک قسمتی، یعنی همون قسمتی که شکسته رو کاور میکنه، ولی در اصول کارش فرقی نداره. تخت شکستگی برای چه عملهای کاربرد داره؟ حالا میتونه در عملهای DHS کاربرد داشته باشه، DCS کاربرد داشته باشه، شکستگی های اینترتروک کاربرد داشته باشه، شفت فمور، کلن یک عملهایی که هر چیزی که مرتبط باشه با فمور ما میتونیم براش از فرکچر تیبل استفاده کنیم. فرکچر تیبل چه کار میکنه؟ فرکچر تیبل میاد پا رو در یک پوزیشنی که ما میخوایم قرار میده و بهش ترکشن میده. شما نمیتونید پا رو بکشید و اون رو ریداکشن بدید، چون پا هم سنگینه، هم عضلش زیاده و بعد از شکستگی کنتراکچر زیادی داره. شما توی عمل نمیتونید پا رو نگه دارید، دو نفری سه نفری بکشید. مثل دست نیست، دست میشه حالا یکی دو نفر فشار بدن و استخون رو کنار هم دیگه قرار بدن، ولی پا چون عضلش زیاده، خیلی مریضا هم حجم، حالا مثلا میبینید یک آدم بالغه که 80-90 کیلو وزنشه، نمیشه اونا رو با استفاده از دست استخونشون رو ریداکت کرد. بهترین کار استفاده از فرکچر تیبله. ما میایم توی اتاق عملای خودمون روی یه تخت دیگه ای بیمار رو بیهوش میکنیم، بعد انتقالش میدیم روی تخت اتاق عمل، بعد به فرکچر تیبل وصلش میکنیم. اینا نه، اینا این فرکچر تیبلشون باعث شده که بیمار روی همون تختی که میخواد عمل بشه بخواب، یعنی بیهوشش هم کنن. خب این فرکچر تیبل ماست، این هم خود تخت. خب پایه های تخت رو میشه انتهای کار در بیارن. اصول کلی کار فرکچر تیبل ها یکیه، فرقی نداره. شما این رو ببینید میتونید اون فرکچر تیبل های دیگه‌ای که میبینید توی اتاق عملاتون در مورد اصول کارش باش کار کنید و مشکلی نداشته باشید. ببینید پایه های خود بیمار، یعنی این جا پایه های تخت، قابل در اومدنن و میتونن خارج بشن. این فرکچر تیبل ماست، به این قسمت وصل شده. اینا رو چجوری در آورد؟ حالا یا شستی داره یا یه سری دکمه ها داره که باعث میشه که این پایی‌ها در بیان. حالا اینکه کدوم سمت میخواد عمل بشه، یک پست میذارم، پست مرکزی، یا این ور قرار میگیره یا این ور. ببینیم پای بیمار پای راستشه پای چپشه. ولی اگه فرکچر تیبلتون، فرکچر تیبلایی که توی ایران استفاده میشه اکثرا اینیه که دارم میگم بهتون، دو تا قسمتیه، یعنی هم پای راست رو کاور میکنه هم پای چپ رو. اینا اینجوری نیستن، اینا فقط الان قرار پای چپ رو باش عمل کنن برای بیمار، گذاشتن سمت چپ. اگه قرار بود پای راست باشه این رو بر می داشتن وصلش می کردن این ور. خب اینم اون قسمت اضافه ای که خدمتون عرض کردم توش پست قرار می گیره. این پست ماست که برای حفاظت از پرینه است. خب شما فکر کنید که این حالا کارایی بود که ما بعد این که بیمار رو آوردیم سر تخت و می خواستیم به فرکچر تیبل وصل کنیم انجام می دادیم. خب فرکچر تیبل رو ببینید، یک سری اهرم ها داره. اون پای راست رو دیدید؟ اون پای راست بیمار بود، به همین فرکچر تیبله وصل میشه. گویا فرکچر تیبل اینا هم دوتاییه، ولی کارشون شبیه کار ما نیست. میگم خدمتون چه تفاوتی داره. این قشنگ جمع شد. مال ما اینجوریست. مال ما دقیقا یه فرم دیگه هم باز به همین شکلی که هم اونوره. خب الان به این قسمت وصل شده. محکم میکنن این قسمت رو، ببینید پیچ داره، محکمش میکنن. اینا رو ابتدای عمل شل میکنن که اول پای بیمار رو وصل کنن بعد اینا رو محکم کنن، ولی این قسمت اصلی که به این تخت وصل میشه باید شل باشه. خب ببینید این یه نکته ای داشت. حالا برای این تخت اگه جایی دیدید این رو این نکته رو رعایت کنید. این قسمت در واقع هینجش، این قسمتی که پیچای زیادی داره، زیر تخت باشه یا زیر پای بیمار باشه، بیرون نیاد. این حالت بیرون اومدش باعث میشه که شما زمانی که میخواید سیارم بزنید این دستگاه سیارمتون نتونه این زیر بره.
این فرکچر تیبل باعث میشه که سیارم خیلی راحت زیر پا قرار بگیره. خب از دیگه حالا امکاناتی که این فرکچر تیبل ها دارن اینه که میتونن به مچ پا هم پوزیشن بدن. ببینید یعنی اگه ما شکستگیمون حالا توی اینترتروکه، شما میخواید پای بیمار رو یه مقداری به سمت حالا داخل بدن بچرخونید خب، یا وروس کنید یا ولگوس کنید، این حالت میشه با مچ پا با استفاده از این پیچ ها انجام بشه. تو حالت عادی حالت مستقیم رو میذاریم اول، بعد عکس میگیریم ببینیم شکستگی چجوریه، بعد به اینا حالت میدیم. خب پا رو بخوایم بالا پایین کنیم، بیمار ممکنه حالا تختمون رو ممکنه ببریم بالا بریم پایین، باز شستی داره اینجا، دکمه داره و پیچ داره. مورد بعدی اینه که پای بیمار بعضی ممکنه قدشون لاغر باشه، قدشون بلند باشه، بعضی ممکنه قدشون کوتاه باشه، با این میشه راحت پاشون رو عقب جلو برد. این هم این اهرمی که اینجا میبینید باعث میشه که اندازه حالا به صورت کمتر از این قسمت پای بیمار رو تحت تراکشن قرار بده. این نمیتونه تراکشن بده، این فقط میکشه میذاره توی موقعیتی. این هم تراکشن ماست که میخوایم پا رو، حالا فکر کنید دوتا استخون ریداک نیستن، با این میان میکشیم روی همدیگه قرار میگیرن. خب چه چیزایی لازم داریم؟ ویبریل لازم داریم، کوبان استفاده میکنیم و و همینطور باند کشی. خب بیمار روی تخت قرار گرفته، قرار پای چپش عمل بشه، میایم پست رو اون قسمتی میذاریم که میخوایم عملش کنیم. دور پست هم اگه توجه کنی ویبریل پیچیدن تا پرینه بیمار حفاظت محافظت بشه. این همون قسمتی از تخته که جای پست رو گرفته بود، درش میاریم که پستمون رو به راحتی قرار بدیم. جورابای پای بیمار، حالا چون این فکر کنم خودشون هم رزیدنت باشه، توی اتاق عمل که میان جوراب ندارن، بیمار رو میان میکشونیم پایین تا برسه به فرکچر تیبلمون. این کار برای اینه که سی آرم به راحتی اینجا قرار بگیره. شما فکر کنید پای بیمار الان دیگه آماده است، میخوایم ویبریل ببندیم. ببین چند تا ویبریل رو زیر پاشون بستن این آقای حالا رزیدن، چند تا هم ویبریل داخل اون چکمه، حالت چکمه داره جای پای بیمار، میذارن تا پای بیمار در اثر فشاری که بهش میاد آسیبی بهش وارد نشه. حالا میان با استفاده از کوبان، کوبان یک باندیه که وقتی روی همدیگه میفته حالت چسبناک پیدا میکنه، روی همدیگه قرار گرفتنش چسبناکه و الا تو حالت عادی چسبی نداره، کم هست ولی داریم توی اتاق عملامون. این حالا هر فرکچر تیبل ممکنه یک فرم خاصی داشته باشه، اینا به صورت ضربدری بسته میشه. پا رو اینا اطمینان نمیکنن چون که قرار پا رو تحت تراکشن بذارن، خیلی سفته و این تراکشنه باید خیلی محکم باشه، پای یهو از این لایه این نوارا و این چیزا خارج نشه. با این کوبن و همینطور باند کشی پا رو محکم میبندن به این جاپایی و بعدش میان با استفاده از چسب لوکوپلاست، ببینین چسب لوکوپلاسته، با استفاده از چسب لوکوپلاست به صورت فاینال دیگه قشنگ پا رو سر جای خودش محکم میذارن. خب اون قسمتی خدمتون عرض کردم. حالا فرکچر تیبل های ما دو پایی هن. پای چپ رو وصل میکنن باز به یه چکمه دیگه، یعنی مثل همون یکی پا اینم وصل میکنن، ولی این دیگه لازم نیست خیلی محکم باشه مثل اون یکی، چون کاری به این نداریم، فقط میخوایم جمعش کنیم بذاریمش یه کناری. اینا اومدن با استفاده از همین پایی های پوزیشن لیتاتومی میخوان پای بیمار رو کنار بزنن، که اینا هم باز روش خوبیه، آسیب کمتر و حالا فشار کمتری به بیمار میاد. اون فرکچر تیبل ما هم دقیقا همین کار رو میکنه، هیچ فرقی نداره. پا رو گذاشتن روی این پایی، دوتا براش از این پدای ژلی گذاشتن، پا رو با باند کشی به صورت نرم بستن. حالا میان و پایی های خود تخت رو در میارن. الان این زیر دیگه آزاده که سیارم شما بره. ببینید زیر فضای کامل داره که سیارم بره. فقط یه نکته دیگه من خدمتتون عرض کنم، سیارم کجا میره؟ سیارم حالا باید ببینیم کجاست عملش، ولی این قسمت بخواد بره سیارم به راحتی این قسمت قرار میگیره. ببینید پای بیمار جمع شده که به اعصابش فشار نیاد، اینجا پا محکم بسته شده به فرکچر تیبل، دست بیمارم برای اینکه خسته نشه حین عمل میان یه دونه بالش میذارن زیر دستش، یه پارچه میندازن و با استفاده از
چسب لوکوپلاس به تخت وصلش میکنن. دیگه بیمار تو این حالت راحته، نباید دستش خیلی تحت تنشن باشه. اینجا ازش بپرسید که آیا راحت هست یا نه، چون این بیمارا 90% اسپاینال میشن یا اپیدورال. بعضی بیمارا هم ممکنه آژیته باشن، ما میایم براشون کمربندم میبندیم. خب حالا میخوایم پای بیمار رو وروس و ولگوس کنیم. ببینید حالا دیگه ببینیم شکستگیمون چجوری. عکس الان فکر کنید داریم میگیریم، ببینیم پای بیمار چه شکلی. اینجا بهش مانور میدیم، اینجا هم میایم پا رو تا جایی که بخوایم میکشونیم، پا تحت فشار قرار میگیره. بخوایم هم باز اینجا بهش حالت میدیم، ببینید پا رو ابداکت و اداکت میکنیم. اینجا هم فاینال ترکشن بهش میدیم، یعنی پا رو قشنگ استخون پا رو میکشیم و محل رو کنار هم دیگه قرار میدیم. بعضی افراد هستن که حالا میبینید در اثر خشکی مفاصلشون، مفاصل فکر کنید مثلا حالا گوی کاسه لگن، اونجا خشکی دارن، نمیتونن پاشون رو به اون حالت قبلی که خدمتون حالا نشون دادم، توی ویدیو نشون دادن، اون کار رو انجام بدن. میان پا رو خب روی همین فرکچر تیبله، یه قسمت پایین داره، ببینید روی همین میله، روی همین میله میذارن، یه پارچه دورش بستن، زیرش هم یه دونه بالش گذاشتن که به قسمت‌های فلزی تماس نداشته باشه و باعث سوختگی بیمار نشه. یه دونه پارچه میندازن روش و با باند کشی میبندن. اینم خیلی روش خوبیه و باعث میشه که برای افرادی که مشکل دارن توی انداماشون اتفاقی نیفته. اینا رو با چسب میبندن. خب حالا نهایتاً برای درب کردنشون اینا این روش رو دارن. ما روشمون یه خورده فرق داره، ما از این وسیله ها نداریم. یک حلقه داره اینور، یه حلقه دیگه هم به فرکچر تیبل وصل میشه. این خیلی درب خوبیه. دو تا کش داره و دو تا قلاب، قلابا رو به هم وصل میکنن. ببینید خب حالا یه درب داره مثل یه پرده میفته این بالا و میچسبه به محل زخم. مال شرکت تریمه، ببینید جهتشو گذاشته که این سمت به سمت بالا باشه. دو نفر فکر کنید اینا دوتاشون استریلن، چسب رو بر میدارن از محل موضع عملشون، این محل عمله، استریل درپ هم داره خودش روی خودش، همین رو بر میدارن میچسبونن اون محلی که میخواد عمل بشه. ببینید و بقیهشو میندازن روی این سیمی که الان روی فرکچر تیبل و همینطور اون پای سروممون وصل میشه. نگاه کنید قشنگ افتاد روی این دوتا، خودش یه سری دکمه ها داره که به هم وصل میشه. یه شخص حالا یا سیرکولر یا حالا بیهوشی میاد کمک میکنه و آروم آروم این رو میندازن اون. ببین الان اینجا دیگه راحت شما میتونید جراحیتون رو کنید، هیچ مشکلی هم نیست، هیچ گونه پرپ و درپی هم نمیخواد، یعنی اضافه بر این چیزایی که گفتیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر میتونید به وبسایت بنده با آدرس iranor.ir مراجعه کنید، اونجا ویدیوهای بیشتری رو به صورت روزانه قرار میدم. موفق و مؤید باشید.